من داریم چه مهمان عزیزی که از بازیگرهای درجه یک که شما دوستش می‌دارین و فیلم‌ها و سریال‌هایشون رو دیدین، محمد رضا غفاری. خیلی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید. سلام به شما، متشکرم. به شما و به بینندگان خیلی خوشحالم، خیلی زیاد که در خدمتتون هستم. خیلی ممنون که آمدین. ممنون از شما. بازی خوش تیپ خیلی تایید نکردم. چی کشید یه زد. مرسی، ممنونم. ممنون. آره خیلی. و یکی از بی‌حاشیه ترین و بی سر و صدا ترین بازیگرها هستی. این خصوصیت برای بازیگری کم عجیب نیست تا این حد بی‌حاشیه. خدا رو شکر. آخه دو تا دلیل داره، یعنی هم میتونم خودم رو بکوبم بگم خیلی حالا بازیگر مطرحی نیستم، ولی یه بخشیش هم خودآگاه بودش. به دلیل اینی که سعی میکنم فقط از حرفه خودم مراقبت کنم و درباره اون صحبت بکنم. و میتونم بگم توی این 15 سالی که کار میکنم این دومی مصاحبه ای هستش که من قراره درباره زندگی شخصی تر یا درباره خودم صحبت کنم. برای همین برای خودم خیلی جذابه، امیدوارم که درست صحبت کنم. این خیلی جمله خوبی بود که من سعی میکنم فقط در مورد خودم و تخصص خودم صحبت کنم. یک مشکلی که ما در فضای مجازی داریم اینه که ما در همین بحث امروزمون دیگه، همین حرفایی که الان میزدم، که ما در همه زمینه‌ها متخصص و صاحب نظریم و این کارو سخت کرده دیگه، این مشکلات رو به وجود آورده که همه دارن هم رو میجون در فضای مجازی. گرافیک خوندی و نقاشی میکنی؟ بله. چی شد که اون رو ادامه ندادی یا کنار کارتون هم داری؟ دلم میخواست سینما بخونم و مثل همه که از بچگی دوست داشتم بازیگرشم، واقعا دوست داشتم از بچگی، ولی خب مادرم اجازه نمیداد که من سینما بخونم. فکر میکرد میخوام از درس فرار کنم. برای همین گرافیک و زورم رسید دیگه بهشون دیگه، رفتم گرافیک خوندم. الان خیلی خوشحالم به دلیل اینکه من توی دهه 20 که شروع کردم کار کردن، زمان بیکاری خیلی زیاد داشتم، خیلی زیاد. و حالا یعنی 1320؟ نه، دهه 20 زندگیم. الان دیگه سنم بالاتر رفت. خب 1320 گذشته. دهه 20. خب خیلی سخت میگذشت. خوشحالم که تونستم نقاشی کنم. برای دل خودم توی خونه زمانی که سر کار نیستم واقعا پیش میاد من یک سال یه دفعه کار نکردم، یک سال نیم. فیلمی که خودم دلم می‌خواست یا منو خوشحال کنه بهم پیشنهاد نشده. و همین اون رشته‌ای که خوندم خیلی کمکم کرد، خیلی زیاد. از جمله خودت استفاده می‌کنم، چه فیلمی یا چه پیشنهادی خوشحالت می‌کنه؟ فکر می‌کنم آره سخت شد به دلیل اینکه چیزی که باعث حالم خوب شه، مثل زندگی، مثل یه روز صبحی که من از خواب بیدار میشم احساس میکنم حالم خوبه. من کلن فیلم‌های اجتماعی رو خیلی بیشتر دوست دارم، میپسندم، ولی به عنوان بازیگر وظیفه‌م اینه که بتونم توانایی‌هام رو بالا ببرم که بتونم نقش‌های متفاوتی بازی بکنم. ولی اگر به عنوان یک بیننده بخوام بگم، من بیننده کار اجتماعی هستم. سلیقت بیشتر به اون سمته. و متولد 6 مرداد 1364 میشه 54 سال؟ نه، 35 سال. نه، 34 سال و 10 ماه. اینقدر حساس؟ خیلی. چرا؟ خیلی. خانوما خیلی حساسن روی سنشون. من اصلا از 18 سالگی مثلا همه پسرها یادم دلشون می‌خواست 17 18 سالگی بگم ما بزرگتریم، من هیچ وقت دلم نمی‌خواست. دقیقاً از 18 به بعد یه ذره غمگین بودم. میشه 34 سال و 10 ماه. چشم. 34 سال و 10 ماهشونه. و مردادی‌ها خصوصیاتشون چیه؟ به نظرم دروغ میگن خردادیا، مردادیا شبیه خردادیا، یعنی میگن خردادیا دو تا شخصیت دارن. بله. بله من بدونم که دوستای خیلی صمیمیم همه خردادیا و میبینم من خصوصیات اونا رو دارم. یعنی معتقدی که مردادیا خصوصیات خردادیا رو دارن؟ رو دارن فکر میکنم، یا حداقل کسایی رو که من از مردادیا میشناسم یا خودم، یعنی یه روز یه حالم یه روز یه حال دیگه‌ام، بالا و پایین زیاد دارم. البته واقعا اینا همه خیلی خصوصیات فردیه به نظر. بله. ولی
دیگه چی؟ مهربونه. به خدا مهربونه. خب خیلی زیاد. ولی میگن آتشی هم هستم. من خودم یه دفعه از من خیلی یعنی آروم و مظلومم. جان این که گفتی یعنی چی؟ آتشی هن؟ یه دفعه گور میگیرم بعد اخلاق میشه. من خودم واقعا آدم آرومیم. واقعا هم صورتم مظلومه، به خدا خودم هم مظلومه. خیلی خوب. ولی یه دفعه زمانی که عصبی میشم دیگه هیچی یادم نمیمونه و این بده به نظر. نمیتونم کنم. خیلی دیر ولی یک دفعه عصبانی که میشم. یا خدا. نه واقعا. اصلا اون طور. نه وقتی از چی میشه اون وقت؟ دیگه هر چی که تو دهنم میاد. یا خدا. اصلا راهو میبند. سخت شد. راهو میبندم. میدونی این چیزایی که هی تو ذهن خودم فکر کردم همه رو یه دفعه میگم و واقعا یک ساعت بعد تمومه. برای من به شخص این یعنی کسی نباید دم دستت باشه اون موقعی که آتش فشان میکنی؟ فکر کنم آخرین بار مثلا دو هفته پیش این اتفاق افتاد، ولی واقعا بعد از شاید دو سال سه سال با یکی از دوستان، ولی دقیقا دو سه ساعت بعدش هم. یعنی این روزا که وقتش الان نیست عالی. الان که خوشحال ترین هم اینجا پیش شما. یعنی رفت تا سه سال دیگه ایشالله. یه چیزی رو میگم که نمیدونی که من میدونم، ولی میدونم. دو تا چیز میدونم. بگی منم بدونم. نه خودت که میدونی، ولی نمیدونی که ما میدونیم. قراره با هم همه به اشتراک بذاریم. اگه دوست داری بگم. بگیم. من واقعا سعی کردم. من میگم. اگه دوست نداشتی دیگه نمیگم. تمام ریشات و موهات سفیده. کو؟ نه این رنگ اینا اینقدر طبیعی؟ آره واقعا؟ سفیده اصلا نابود شد، هیچ کی نمیدونه اینو. و یه چیز همین امروز هم رنگ کرد اومد. ببین من کیم. خب تا این حد میدونم 80% سفید، هم موها هم ریشه. جان ارسیه خیس سرخ شدم. اصلا اشکالی نداره، خیلی هم قشنگه، همینجوری قشنگه همونجوری قشنگ. بله فقط این که من میدونم عجیب داره. این که امروز خب دستم هم را افتاده. از چه سالی اینجوری شد سفید شد؟ واقعا فکر کنم مثلا 19 سالگی شروع شد. جدی میتونم بهتون بگم شاید هفته یه دفعه 200 تا. خیلی سفیده، خیلی زیاد، ولی خوب رنگ میکنم. آره اصلا خدا. من نه واقعا طبیعیه. بعد دستم را افتاده 10 دقیقه یا یعنی از این مدادا نیستش که مثلا میشینن دیدین تو خونه. آره با دامون اینطوری میذارن فولی میذارن کیسه میذارن. نه امروز میدونستم دارم خدمت شما میرسم 10 صبح رفتم. خیلی موامو کوتاه کردم اومدم خونه زرم. ولی خیلی طبیعیه واقعا. یه چیز دیگه هم دارم که اون بدتر از اینه و میگم وسط حرفم یه دمای بدن تنظیم بشه. اتفاقی بازیگر شدی یا از کودکی این رویا رو داشتی و خودت رفتی دنبالش؟ نه واقعا از کودکی دوست داشتم، خیلی زیاد دوست داشتم، ولی رفتم دنبالش. دیپلممو که گرفتم دیگه خب خانواده‌ام هم اجازه میدادن که بتونم برم دنبال کاری که دوست دارم. میدونی من اولین بار به شما تست دادم 13 سالم. نه برای کار شما. کجا؟ خیلی امروز فکر کردم یادم لوکیشنتون توی الهیه بود، تو فرشته فکر میکنم که، یا شبهای برره بود. چند سال پیش میشه؟ من الان 34 سال و 10 ماهمه. اون موقع سال اول هنرستان بودم. نه اصلا چه سالی بود که تو بگم چه کاری بوده؟ واقعا یادم نمیاد به خدا. مثلا 80 چون یادم فقط اومدم خدافظ رفتم خونه، یعنی دلم میخواست بازیگر بشم. آها بله ولی کاملا نمیدونم. خیلی که 13 سالت بوده میشه بگین 17 سال پیش. من واقعا ریاضیم ضعیف. آره من مثلا فکر میکنم همون مثلا 85 اینا برره بوده و بله. مثلا هزار چهره بوده و این چیزا بوده دیگه. بله چقدر عجیب، من نمیدونستم. بله. و چی شد بعد اومدی دیدیم همو؟ بله خیلی قبلترم من یادم گریه میکردم، عکس دارم عکساش هستش که مادرم منو بیاره لوکیشن ساعت خوش. خیلی بچه بودم،
خدا رحمت کنه آقای داوود اسدی رو بعد از ظهر، اگه قطعا خودتون یادتون است، بعد از ظهر در رو برای مردم باز میکردید. فیلم برداری که تموم شد، یه تعدادی که از یه ساعتی وایساده بودن بیان توی لوکیشن و دارم عکس با شما دارم. چقدر خوب، نمیدونستم. و تو اون تسته که بدتر بود و 13 سالگی تست گرفتم؟ نه. دستیارتون تست گرفتن. بله. ولی امروز خودم تست میگیرم. آره امروز رسیدی بهش. میگن آدم به آدم میرسه. آره خب ولی امروز باید قبول شم دیگه، چون اون موقع همون یه روز اومدم قشنگ یادمه به خودم رسیده بودم، تو سن بلوغم بودم، پسرام که فکر میکنن خوشگل. اون سه اومدم قشنگ به تاکسی سوار شدم، اومدم سر الهیه پیاده شدم، اومدم اون لوکیشن، همونم برگشتم اومدم. امروز باید قبول شم دیگه، هر کاری من با این گوی کردم پاورچین بوده. پاورچین ما لوکیشنی که تو فرشته بود. بله. پاورچین. بله بله. پس اینطور خیلی خوب. و چجوری شروع شد ماجرای بازیگری؟ اولین کاری که میشه گفت حرفه‌ای بوده؟ اولین کار، کار رویای خیس خانم پوران درخشنده بود سال 84، که از طریق یکی از دوستان آقای علی بازل بله معرفی شدم به خانم درخشنده. ولی خیلی پروسه طولانی بود، تقریبا 7 ماه طول کشید و 800 تا پسر تست میدادن. دیگه شد دیگه شب فیلم برداری بهم گفتن که این نقشو پذیرفتم بازی کنم. بله ولی تمام طول کار یادم به مثلا میومد نگاتیو هم بودش، میومد مثلا میگفتن رفتیم دیدیم اینا رو خوب نیستی عوضت میکنیم، هی اینا بود. ولی میگم یه پروسه 7 ماهه بودش که خیلی سخت بود. اون اولین فیلمی بود که کار کردم. و به ترتیب فیلمایی که به نظر خودت فیلمای مهمی ان کدومان در سینما که من بازی کردم؟ من فیلم قاعده تصادف آقای بهزادی رو که بازی کردم دوست دارم. گس کار آقای کیارش اسدی زاده. برف آقای مهدی رحمانی عزیزم. برف اصلا یه جزء فیلماییه که به حال و روحیات خودم هم آره. پسر خیلی نزدیکه. من خیلی فیلم برف رو دوست دارم. ممنونم. مهدی رحمانی از دوستای عزیز منه و کارگردان درجه 1 که دعوتش میکنم که اینجا بیاد در دور همی و مهمان ما باشه. آره و فیلم برف از مهدی رحمانی به نظرم خیلی فیلم زیبا و تر و تمیزیه. بله. آره من خودم به شخص شما هم تو خیلی فوق العاده بودی. خیلی زیاد ممنونم. آره و سریال چی؟ سریال من 3 تا سریال کار کردم. یکی آشپز باشی آقای محمدرضا هنرمند سال 87 و 88، بعد سریال سایبان بود کار برادران محمودی، و دوباره پارسال ماه رمضان با برادران محمودی سریال دلدار بودش که پخش شد. خیلی خوب. تئاتر چی؟ اهل تئاتر بودی؟ خیلی دلم میخواست، الان بیشتر، ولی واقعا میترسم. خیلی زیاد احساس میکنم که باید دوتا آرام بخش بخورم هر شبی که بخوام برم رو صحنه. الانم خب سنم بالاتر رفته. فکر میکنم که وقتشه که با ترسام روبرو بشم، ولی همچنان میترسم. بیننده تئاتر هستم، تماشاچیش هستم، ولی هر بار پیش اومده خودم یه جایی وایسادم. آره میفهمم. مواجه شدن با تماشاگر این شکل یه ذره سخت و پر استرسه، ولی خیلی لذت بخشه. خیلی بله. زیاد و خیلی کمک میکنه به بازیگر که اصلا یه دفعه یه پرش بزرگ میکنه آدم در مورد بازیگری خودش و تکنیک کار. به جز بازیگری در سینما کار دیگه ای هست که دوست داری انجام بدی؟ مثلا دغدغه کارگردانی داری یا کار دیگری در این حرفه؟ تا این سن نه. اگر برمیگشتم به گذشته دوباره 16-17 سالم میشد، دوست داشتم تدوینگر شم. به دلیل اینکه فکر میکنم تنها شغلیه در سینما که اون عشق سینما رو داره، ولی مواجه نیست با آدم های این حرفه. توی استودیوش یا توی خونش میشینه ادیت میکنه، کمتر مواجه، چون کار جمعیه. فکر میکنم تنها هنر، جزء تنها هنرهاییه. بله. که من الان بخوام نقاشی بکشم توی خونم میتونم یه مقوایی رو بذارم، یه کاغذی رو. ولی سینما نیازمند هم است. شغل تدوینگر یه کوچولو مجزاتر از بقیه اهالی سینما. چیزی که میگی به نظرم میرسه که آدم درونگرایی هستی. بله. و آدم خلوتی هستی. بله. و دوست داری که خیلی در شلوغی و جمع نباشی. بله. و منافات داره. برای همین کارگردانی رو خب دوست دارم. یه موقعهایی هم هممون فکر میکنیم که مثلا در
موقعیت من آدم فکر میکنه که یه روزی کارگردانی کنم. آدم لیدر نیستم، آدمی که سر گروه وایسه نیستم. این روحیه از کجا میاد؟ این روحیه دوست داشتن تنهایی و همیشه دوست داشتم، یعنی من هیچ وقت تنهاییم آزارم نمیده، هیچ وقت. شاید این یکی دو سال یه ذره تونستم معاشرت بیشتری بکنم با آدم ها، ولی من پیاده روی کردن تنها توی خیابون رو خیلی دوست دارم، تنهایی خودم رو خیلی دوست دارم. اگر بچه‌ام بودم همینطوری بودم، مامان من میگفتش که من آرزو به دلم مونده تو یه بار بگی دلم میخواد برم تو کوچه با بچه‌ها بازی کنم، برعکس تمام مادر پدرایی که میگفتن نرو بیرون، مامان من میگفت برو بیرون. دو چرخه داشتم ذوق زده میشد، یه روز میگفتم میخوام برم بیرون. هم خوبه هم بده، یعنی میگم چون خودخواسته بوده خوبه، دوستش دارم. آره دیگه، وقتی خودخواسته است برای همین ازدواج نمیکنی؟ زوده. چی؟ 34 سال و 10 ماه. این که قانع کننده نیست برای من. دلیل شما فکر کنید یکی بیاد که دیگه نمیره. خیلی سخته، نه؟ جدی میگم، همینه دیگه، یعنی یه تعهدی. من تا حالا از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم، در نتیجه نظری هم ندارم، ولی بیشتر برامون بگو. خیلی صادقانه میگم، جمع و جور کردن خودم به عنوان یک انسان برام هنوز کار سختیه. من هنوز دارم مراقبت از شغلم میکنم، هنوز که هنوز واقعا به خانواده‌ام وابسته هستم به عنوان یک پسر، به عنوان یک مرد. ملاکات چیه؟ به خدا بهش فکر نکردم. نه واقعا میگم الان یه ذره جدی تر دیگه صحبت بکنم، اتفاق خیلی خوبه. خوبی زندگی برای من اینه که شب که میخوابم واقعا نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته، برای همین همیشه سعی میکنم امیدوار باشم. من یه روزایی بوده صبح از خواب بیدار شدم، یه پیشنهاد کاری خیلی خوب داشتم، روزای خیلی بد و وحشتناکم خیلی زیاد داشتم در اندازه خودم یا حداقل برای خودم. برای همین میدونم که اینا تموم میشه. حالا برگردیم به ملاکای ازدواج که نخوام ازش فرار کنم. واقعا نمیدونم، اگر روزی برسه که با کسی خوشحال باشم و احساس کنم که میتونم این اتفاق بیفته، واقعا لذت بخشه. آدم غمگینی هستی اصولا؟ بله. پس چه موسیقی گوش میکنی؟ یکی از دوستان میگه اصلا تو فیلمای غمگین هم دوست داری، چیزی که آزارم بده دوست دارم این اتفاق بیفته. جدی میگم. آره شعرهای غمگین دوست دارم. یه شعری مادر بزرگم همیشه میخونه، خودم همیشه از صبح میخونم، میگه که کار جنون ما به تماشا کشیده است، تو هم بیا که تماشای حال ما کنی. این مثلا میگم شعرهایی که اینقدر غمگینه، بعد هی خودم چیز میکنم، میزنم رو پامو و همینطور این میخونم. راضی از این حالت؟ آره آخه از اون برم آدم شوخی هم هستی؟ که بله خیلی زیاد، خیلی خیلی. زمانایی که خودم با خودم هستم غمگینم، ولی غمگینی نیستش که میگم بخوام روح خودم رو آزار بدم. لذت میبرم، یعنی خوشم میاد اگر یه فیلمی رو نگاه کنم یا یه موسیقی رو گوش میدم که منو میبره به یه جایی که باعث میشه اشکم بیاد. میفهم. الان که اینا رو گفتی اون دومی هم بگم. الان خوبه، دمای بدنم تنظیم شده. بله جامو درست کن. تو خواب خودشو میزنه. ای وای. نه عنایت نفرمودین، خودشو میزنه، شرحه میکنه خودش، نه اینکه یه مثلا چک بزنه به خودش، میریزن میگیرن. نه فکر میکنم بیدار میشم، فکر میکنم یکی اونجاست. آره میدونم. و بیدار میشه فکر میکنه یکی اونجاست همیشه. یکی اومده اشکال این خوابه دیگه، یکی اومده نمیره. جان چند وقت پیش صبح از خواب بیدار شدم، منگم از خواب بیدار، یعنی مثلا یه نیم ساعتی طول میکشه که تا حالم خوب بشه، بفهمم بیدارم و حالم خوب شه. هی دیدم فکم درد میکنه واقعا، به روح بابام جدی میگم خونه یه دفعه. بعد هی اینجوری بعد رفتم تو آینه، دیدم این تلق تلق میکنه،
بعدم فهمیدم که من تو خواب مشت زدم به خودم یا دیواری که بوده اجتناب ناپذیره، نمیدونم باید برش چی کار کنم. تازگی ها فهمیدم که این کار میکنه. اصلا نرفتی دکتر رو اینا برش؟ نه، ولی این که دیگه میگم واقعا خیلی زیادیه، شاید نباید تعریفش کنم، ولی لباسم رو تو خواب پاره کردم. لباست هم پاره میکنم؟ همین فکر کنم یک ماه پیش صبح پشتدم دیدم باد میخوره به هم. به خدا دیدم که با این با این برنامه که پخشه تمام شانس‌های ازدواج رو تو از دست دادی. اصلا کی حاضره تو خواب خودشو می‌زنه لباس خودشو پاره می‌کنه با فک خودشو آورده پایین؟ ولی غمگین، فیلم‌های غم، موسیقی غمگین و خودش هم شعر می‌خونه، خب می‌زنه رو پاش. امیدوارم که این برنامه لطمه نزنه به آیندت و زندگیت. خیلی هم خوب. ولی واقعا یه دکتر میخواد. دکتر میخواد. میخواد آره. چون من گفتم چند بار من کابوس میبینم. من خیلی کابوسهای وحشتناک میبینم. و خب دو سه موردم هی دکتر رفتم اینا، ولی هنوز درگیرشم. کمتر شده ولی درگیرشم. من خواب برم خیلی موزله ها. یعنی سخت به خواب میرم و قطعا دیگه اینقدر خواب سنگینی میشه. اینایی هم که البته شاید برای شما دوستانم تعریف کردن احتمالاً، خودم خیلی شاید شدیدترش کردم، ولی میگم این اتفاق افتاد، یعنی واقعا لباسم پاره شده بوده دیگه. از این شدیدتر می‌خواستم چی بشه؟ واقعا درد می‌کنه چون دیگه کسی تو خونه که نیست که منو بذاره مثلا. بله خیلی خوب. از شادی‌های زندگی. کمکاری و سخت انتخاب می‌کنی کارها رو؟ از طرف خودم بله، ولی خب خیلی از فیلم‌ها هم به من پیشنهاد نمیشه، ولی حداقل میتونم برای خودم بعد از یکی دو سال تکلیفم رو روشن کردم که من این حرفه مثل بقیه حرفه‌ها نیستش. یعنی کسی که شغل آزاد داره یا کارمنده میتونه بعدها انتظار داشته باشه. ما توی اینجا که داریم این حرفه رو انجام میدیم نمیتونم من. برای همین دلم میخواد که بالاتر از حرفه خودم وایسم، که هیچ وقت دست و پا به خاطرش نزنم. حقم اگر بزنم و، ولی نمیتونم یک روزی من بیام اینجا بشینم بگم چرا به من کار پیشنهاد نمیشه. 15 سال شده 19 تا فیلم کار کردم، 3 تا سریال. باید خودم رو بالاتر از این شغل نگه دارم که این اتفاق نیفته. مهمترین چیز برات فیلمنامه است یا اگر کارگردانی رو قبول داشته باشی میپذیری که فیلمنامه رو کاملا ندونی چیه؟ همش با هم و عوامل و فیلمبردار خیلی زیاد و بازیگرایی که قراره به من کمک بکنن که من بیشتر دیده بشم. خیلی خوب. اهل کتاب؟ بله. هستی. و اوضاع مالی چطوره؟ با این وسواسی که در انتخاب کار داری؟ خدا رو شکر خوبه. واقعا من خانواده‌ام، من پدر بزرگم مجله ماشین که خیلی سال پیش 40 سال منتشر میشه، شغل خانوادگی مادرم اینا هستش. ولی نه، من الان چندین ساله که البته ازشون پول نمیگیرم، یعنی پول نمیگیرم، خودم کار میکنم. زندگیم رو سعی میکنم کوچیکتر کنم. نمیخوام شعاری بگم، ولی واقعا میتونم خیلی کارها رو نکنم و واقعا من خیلی از فیلمایی که بهم پیشنهاد میشه که میتونم پول در بیارم ازشون رو واقعا انجام نمیدم. هنوز میتونم. شاید باز اینم برگرده به همون ماجرایی که درباره ازدواج گفتیم، به دلیل اینکه اگر شاید من یک روزی آدم متأهل باشم باید خیلی کارها رو انجام بدم. الان حرفم برام مهمتره به دلیل اینکه میتونم خودم رو جمع و جور نگه دارم. اگه بازیگر نمیشدی چی کار میکردی؟ شاید یه رستوران یا یه کافه. علاقمه واقعا. نمیدونم، ولی آره چیزی که با مردم در معاشرت داشته باشه، نه به دلیل اینکه من بگم مردم رو دوست دارم. من دوست دارم آدم میبینم. یعنی شاید خیلی از روزا من روزی 2 ساعت تقریبا پیاده روی میکنم. دیدن آدم ها برام لذت بخشه. نه به شغلم ربط داره نه هیچی. از بچگی دوست داشتم. درست. ولی در همین حد دیگه قطع بشه. دیگه به معاشرت تنگاتنگ نخواد برسه. و همین روزا واقعا جدی می هم مردم بیان و برن. من الان موزلم در این زمان کرونا اینه که من بیرون نتونستم برم آدم ها رو ببینم. واقعا اگر مثلا من مادر بزرگم قدیم میرفت تو پارک میشست میومد حالش خوب بود، من همون مدلم. یعنی میرم مثلا دیدیم میرم تو پارک آدم ها رو میبینم لذت میبرم، کیف میکنم. و یه ذره اساسی تر بپرسم، اگر
برمیگشتی به کودکی و نوجوانی همین مسیر رو باز میرفتی؟ نمیدونم. نمیدونم. خب. توی این روند خوشحالم، ولی اگر الان به من بگین این اتفاقایی رو که این راهی که اومدی رو اگر دوباره برگردیم 5 سال قبل، من نمیدونم که، چون نمیدونم چه اتفاقی قرار بوده برام بیفته. اصولا آدم برنامه ریزی هستی؟ یعنی مثلا برای سال آیندت کاملا بدونی که میخوای چی کار کنی؟ نه. نه. و دغدغه ها چقدر شخصی هن و چقدر جهان شمول هن؟ چون حال جهان خوب نیست. بله خیلی زیاد. بخوام بگم جهان شمولن، خب شاید بخوام شعار بدم. ولی اگر اینطوری براتون بگم، اگر ناراحتم از اینی که جای جنگ وجود داره، قیمت دلار اینه، شخصی هم میشه برای خودم. به دلیل اینکه منم دلم میخواد مسافرت برم، منم دلم میخواد جنگ نباشه، منم ناراحت میشم اگر یه دفعه یه بمبی قرار بیفته رو سرم. درست. مثل زلزله‌ای که اومد، میدونی. خب من یه شهروندم، از بیرون نگاه میکنم، برای همین نگران همه میتونم باشم. درست. ولی اگر بخوام شعاری بگم که برای مردم، نه، منم جزو مردمم، منم دلم میخواد زندگی خوبی داشته باشم. با این تفکر دوست داشتی که یک سیاستمدار بودی؟ اصلا. اصلا. نه، برمیگرد به همون تفکری که من لیدر نیستم. آها آها. میتونم فقط تنها کاری که ازم برمیاد اینه که سعی کنم که من آدم بهتری باشم، فقط در جایگاه خودم. کسی رو آزار ندم، خوشحال باشم، خودم اول از همه خوشحال باشم که بتونم اگر با شما معاشرت میکنم شما رو هم خوشحال کنم. درسته. آدم شجاعی هستی؟ اصلا. نه. اصلا. اهل ریسک نیست. ترسویی؟ ترسوام. ترسوام. به عاقبت کار فکر میکنم. آه. که چی میشه. و این دوچار وسواست کرده؟ بله. به مرور. بله بله. خب. خیلی پیش اومده. من قرارداد بستم. زوق زده. مثال مثلا اومدم دفتر شما، وای آقای مدیری، من مثلا آرزوم بوده با شما که قرارداد رو میبندم، میام خونه وسواس میگیرم. بعد اصلا به 1000 تا راه دیگه، بعد دیگه اون آدم ها هم با هم بد میشن. بدنی که من رفتم زوق زده اومدم، گفتم من عاشق شما، دوست دارم با شما کار کنم، بعدش میام تو خونه میبینم. همیشه هم حس آدم اولین لحظه تو هر چیزی درست ترین. تمام شانس های ازدواجت از دست رفت. تمامشون. یه چیزی اون تاش بذار، این پخش میشه. میتونه. به نظرت مقایسه شدن یا مقایسه کردن کار درستیه اساسا؟ دیگه آدم انجامش میده. و تا حالا خودت رو با کسی مقایسه کردی؟ در سینما نه، در حرفم نه، ولی با یه آدمایی که توی روزمرگی میبینم، بله. میشه دلم بگی؟ میخواست. مثلا؟ مثلا یه کسی که از زندگیش خوشحاله، منم خوشحالم، اما نمیخوام چیز کنم. یه کسی که یه جوری میبینم دلم میخواسته شبیه اون زندگی کنم. آها. با اون درک و ادراکی که اون داره. مثلا اگر داری رو نداشتی، دغدغه‌ای که الان داری رو کمتر داشتی، شبیه اون بله. بودی. به اونا ممکنه واقعا حتی حسودی کنم. آره. یه موقعی ناراحت میشم میگم چرا من جای اونا نیستم. خیلی خوب. ولی تو حرفم نه واقعا. تو این دوران قرنطینه چیکار میکردی؟ کتاب، فیلم؟ کتاب، فیلم تا یه ماه و نیمش، بعد دیگه کلافه شده. یعنی فقط سقف خونه. فقط سقف خونه رو نگاه کردم، چون زوق زده بودم. اول رفتم یه کلمه فیلم گرفتم، سریال گرفتم، مثلا پدر سالار رو دوباره بعد سالها تلویزیون نشون میداد، اونم نشستم دیدم، کتاب خوندم، از یه جایی کلافه شدم. الان دوباره یکی دو هفته است دوباره شروع کردم. واقعا فکر کنم 3 هفته اصلا هیچی، نه فیلم میتونستم دیگه ببینم نه کتاب بخونم. درست. ولی الان دوباره شروع کردم به زندگی عادی. یکی دو تا فیلم محبوبت رو بگو. ایرانی یا فرقی نمیکنه؟ نه، محبوب ترین فیلمم که واقعا سالی فکر کنم خیلی زیاد نگاش میکنم، فیلم All About My Mother، همه چیز درباره مادرم، کار آقای آلمادوار، اونو خیلی خیلی زیاد دوست دارم. یه فیلم دیگه هستش، کارگردانش کیم کیدو، که به اسم بریت فکر کنم تنفس. آره. اگر درست ترجمهش کنم، یا نفس، اونم خیلی دوستش دارم. با یه فیلمایی هم خب عاشق سینما شدم، مثلا همه با گادفادر عاشق سینما میشدم. من مثلا بعد از مدرسه‌مون یوسف آباد بودش، فیلم آقای سامان مقدم اکران بود، نزدیک 18 بار من اون فیلمو دیدم تو سینما. خب با اون فیلم عاشق سینما شدم واقعا. این دلم میخواست جای اون آدما میبودم. آره میفهمم. اینا فیلمای ایرانی زیاد دارم که فیلمایی که دوستشون دارم. خیلی خوب. من به خاطر نوع چهرت و نوع بیانت و نوع نگاهت
احساس میکنم همیشه نقشهای مثبت رو بازی کردی. بله. و نقش منفی رو دوست نداری؟ خیلی زیاد دوست داری. ولی پیشنهاد نمیشه. مثبت دیگه بازی نکردم. الان چند حداقل فکر کنم 4 سال هست. سعی کردم بازی نکنم. به دلیل اینی که به یه ورطه‌ای میافتم و الان اصلا راستش رو بخواین خیلی صادقانه آزار میبینم. از اینکه به میگن آدم خوبی هستی. چون من به خدا جدی میگم به دلیل اینکه خسته کننده میشه. یعنی میری مثلا میشینی میگن که خب محمد رضا غفاری که برای این نقش مناسبه. خب من میگم همه ما بالا پایین داریم، خیلی قشنگتره بدونی. من پارسال نقش قاتل رو بازی کردم سریال محرمزون، سریال دلدار. خب اون از زاویه‌ای که من میتونم محمد رضا غفاری با این فیزیک بهش نزدیک شم، اینا قشنگتره. سخت خیلی جدا شدن از این صورت، ولی امیدوارم بتونم از پسش بر بیام. خیلی خوب. اوضاع سینمامون چطوره به نظرت؟ من خوشحالم. یعنی میگم به دلیل اینکه من نمیخوام هیچ وقت خودم رو درگیر حواشی این کار بکنم، چون بعدها خودم آسیب میبینم. روزی که این حرفه برای من نبود، الان من دارم کار میکنم، اون فیلمنامه‌ای که برای من میاد، اونی که دوستش دارم، حال منو خوشحال میکنه رو انجام میدم. ولی به عنوان یک شهروند میتونم بگم فیلمایی که من دهه 70 میدیدم فیلمای لذت بخش تری بودن تا الان فیلمایی که الان میبینم. ولی اگر بخوام در حرفه خودم صحبت کنم، من دارم کار میکنم و لذت میبرم. درست. و موفقیت از نظر تو چه شکلیه؟ یعنی آدم موفق با آدم مشهور متفاوته. موفقیت چه شکلیه؟ در بازیگری یا در کل زندگی؟ در سخته، باید دو بخشش کرد. حالا میشه گفت در هنر یا در زندگی؟ در هنر. محترم موندن. محترم موندن. بله. خیلی آدم میتونم من مثال بزنم. چند شب پیش مهمونتون بودن خانم ژاله صامتی. محترمه. بله. خیلی خیلی موندگارتره. خودشون گفتن تو برنامه، گفتن میگه مثلا خاله لیلامه ژاله جون. میدونین اینا برام اینا خیلی 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 هم کار سختیه، اطمینان کردن مردم به یک صورتی. حالا بازیگری درباره هنر گفتیم، به یه نقاشی، به یه شعری. خیلی شاعرایی رو داریم که آدمای محترمی بودن اون زمان، شاید نه ولی بعدها کاراشون نشون داده شد. درست. در کلیت زندگی موفقیت برای من حال خود خوبه، خوبه خود آدمه. اینکه واقعا شب آدم راحت سرشو بذاره بخواب، خوابش ببره، این خیلی مهمه. واقعا شعاری نیست. اینکه آروم بخوابی، راحت خوابت ببره، دغدغه‌ای نداشته باشی، خیلی مهمه. خیلی مهمه. اینکه خواب خوب نداری و آروم نمیخوابی به نظرت ربط پیدا میکنه به اینکه حالت خوب نیست؟ نه. ذهن پررویی دارم. ذهنم به هزار جا فکر میکنه. الان شما به من بگید من باید اینجا بمونی تو این برنامه 24 ساعت، نمیتونی بری اون پشت وایسا. به راحتی میتونم بخوابم چون میدونم باید وایسم. شرایط که مهیا باشه بتونم بخوابم، نمیخوابم. نه اصلا من واقعا میگم درباره اینکه آدمی هم که تنهایی رو دوست دارم گفتم، ولی اصلا آدم غمگین نیستم. خیلی امیدوارم همیشه به زندگی. خیلی عمالی. بذار تست بازیگری بگیریم. خب باید قبول شم. نه الان که درجه یکی. ولی کلا این حیف از من که باید با این گوی همبازی باشم. اول یه دور جمله‌ش رو حفظ کنم. حیف از من که باید با این گوی، بالاخره که باید انجامش بدم دیگه. نه اجباری نه. نه. یعنی این که باید بالاخره. خیلی کار سختیه. خیلی. اگه همون موقع سر پاورچین تستو میگرفتی به خونم نمیرسیدم. الان یه پزشک موفق بودی. خب چیکار کنم؟ حیف از من. ولی واقعا با نگاه من چی گفتم؟ مثلا حیف از من که با این گوی هم بازیم. اون پا خودش هم میزن در همه شرایطی خودش رو میزن. این بخش تموم شد. از صبح دارم به این بخش فکر میکنم آقای مدیری. تموم نشده هنوز. آها یکی دیگه هم داره؟ نه همینه. نه یعنی این گویی تموم شد. تموم شد؟ دوست داری تموم شه؟ اصلا فشاری که تو چشماشه. چشم اصلا ولش کن. چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر پاسخ بده. آدم بدشانسی هستی؟ نه. نه. انتقاد پذیری؟ نه.
نه راجع به این حرف میزنیم. اگه دوستت نظر واقعیت رو راجع به یک چیزی یا خودش بخواد بهش میگی؟ بله اصرار کنه. با عنوان یه رفیق میشه رو حساب کرد همیشه؟ بله تا حالا به خاطر چیزی که بهش نرسیدی گریه کردی؟ بله خب بله این انتقاد رو بگو که چرا انتقاد پذیر نیستی؟ یعنی چه جوری انتقاد پذیر نیست؟ فکر میکنم که یک راهیه که من دارم میرم در زندگی، دلم میخواد خودم تجربهش کنم. من میدونم که آتیش داغه، نباید دست بزنم. یه بار رفته بودم مشاور، بهش گفتم من میدونم که این کارا بده، نباید انجام بدم، ولی من دارم راهم رو میرم. تا وقتی که آزار میفهمم، جمله خودم هم نقض میکنم، تا وقتی که آزاری به کسی نرسونم این اجازه رو دارم، به خودم هم این اجازه رو میدم. برای همین همیشه با خودم گوشزد کردم که اگر سنم میره بالاتر، هیچ وقت اون آدمی نباشم که به کوچکتر از خودم راهکار نشون بدم، بگم این آب برای سلامتی شما خوبه بخورید، چون توی اون سن اگر بتونم اینو تا آخر روزی که زنده‌ام انجامش بدم این خیلی خوبه برام. شاید بد باشه ها حرفم، ولی من دلم میخواد. یه سوال دیگه کردین که اگه دوستت بخواد ازت صحبت بخواد انجام میدم، نظرم رو میگم، ولی امکان نداره من به خانواده‌ام یا به دوستام نظرم رو هیچ وقت حالا تحمیل کرده باشم. درست. این خوبه، این فیلم بده، این شعر خوبه. خودت هم انتقاد رو سخت میپذیری؟ خیلی خوب. چند تا کلمه میگم، حست رو بگو با یک کلمه یا یک جمله. فضای مجازی جمله میتونم بگم، اینکه خیلی دلنشینه، از اونورم خیلی وحشتناکه. من سعی میکنم، دلم میخواد، حالا شاید اینو بتونیم تو حرف آخرم بزنیم، ولی اینجا میگمش. به عنوان من تا الان دلم نخواسته که خودم رو وارد حواشی کنم، میشه انجام نداد، به دلیل اینکه من وقتی مساحه این لیوانو مثال میزنم، به جای جوی باید با این بازی میکردم، لیوان نبود چیکار؟ وقتی من بیام در فضای مجازی به عنوان یک بازیگر بگم که این خوبه، یعنی اینکه من دارم به شما همین اجازه رو میدم که شما نظرت رو بگی، وارد زندگی همین میشم. من فکر میکنم تا اینجا میشه جلوی حواشی رو گرفت. و خیلی جا هم به خودم فشار اومده، ترافیک رو دیدم یا ورودی که میخوام وارد شم برم سمت خونمون، آدم ها رو دیدم ترمز میکنن، روی پلاکشون رو میپوشونن که برن. خب دیگه این مال خودمونه واقعا، یعنی نباید انجام. اون روز پیاده شدم عکس گرفتم بذارم توی صفم، بعد بازم به خودم گفتم حتی به عنوان چون بازیگر من این اجازه رو ندارم این کار رو انجام بدم. شهروند، اگه شهروند بودم میتونستم. درست. خیلی طولانی گفتم، ببخشید. اشمعنی؟ کتاب؟ لذت بخشه برام. و عشق؟ خیلی خوبه. خیلی، یعنی خدا واقعا شانس میده هر کسی که بتونه عاشق بشه، هر تعداد باری که میتونه این اتفاق بیفته. جدی میگم. آخه واقعا نمیتونم که بگم، ممکنه آدم زیست میکنه از فکر میکنم 12-13 سالگی که ادراک وجود داره برای آدم، میتونه نگاه کردن، عاشق شدن. حالا واقعا شاید فلسفی باشه، عاشق همین لیوان. لیوانه تموم شد. و یک کلمه دیگه هم بگم، نرفتن. بالاخره یه بازی درست من با صورت هم کرد، بعد در سکوت ببین این نرفتن به اون گوی الان میتونی خیلی بنزه یه آره واقعا یه سکانس بازی بود توش. خیلی خوب. در حال حاضر مشغول چه کاری هستی؟ منظورم این آخرین کارهای چیه که بعد از کرونا قرار انجام؟ یه فیلم قرارداد بسته بودیم قبل از حضور کرونا، ولی تعطیل شد. الان دوباره منتظریم که ستاد مبارزه با کرونا مجوز بده که بتونیم کار بکنیم. یعنی یه فیلم سینمایی. بله. خیلی خوب. صدای خوبی هم داری؟ تو در تیتراژ ماه عسل؟ نه. آواز خوندی؟ اینو نوشته بودن، نخونده بودن. یعنی اصلا کلن یه شایعه بود؟ شایعه بوده، بله. توی ویکی‌پدیا هم نوشته اینو. نه، نخوندم. نه. ولی خیلی دوست دارم که خواننده می بودم. خیلی. شاید یکی از اون شغلایی که آره. ولی اعتماد به نفسشو اصلا نداره. ولی فالش نمیخونم واقعا حداقل. که اگه یه روز خوندم ببین یه پیش درآمدی بود. خیلی خوب. یه سوال عجیب، چه چیزی برات حیاتیه در زندگی که اصلا بدون اون نمیتونی زندگی کنی؟ خیلی چیزا، شاید خودم. حضور خودم. دارم بد میگمش. نه.
خودم من واقعا به خودم خوشحالم. چون خیلی آدم ها با خودشون زندگی میکنن، یعنی برای همین تنهایی رو دوست دارن چون با خودشون زندگی میکنن. آره میفهمم. بچه ها رو دوست داری؟ تقریبا خیلی خیلی زیاد، ولی اونقدری که زمانمو زیاد باهاشون نگذروندم، چون اون وقت خودم اخلاق بچه‌ها رو دارم، یعنی شروع می‌کنم مقابله با مثل کردن باهاشون، یعنی عقلم همونقدر میشه باهاشون. یه مورد پیدا شده بود که اونم را از دست رفت. میگه مقابله به مثل می‌کنم، یعنی لجبازی؟ نه اندازه اونا میشم دیگه، یعنی فکر میکنم که باید همون کارو کردی. خاطره ای دارم نمیدونم میتونم، یعنی الان زمان داریم؟ آره دیگه، اصلا خیلی چیزی برای از دست دادن نداری. نمیدونم با پسر خالم الان بزرگ شده، بگو. گذاشته بودن من نگهش دارم، خالم اینا رفته بودن بیرون، بعد این اومد، من داشتم تلویزیون نگاه میکردم، بچه بود، منم بچه بودم، من فکر کنم مثلا 10 سالم بودش، نمک رو ریخت تو دستش، گفتش که من برگشتم توی اینطوری کرد، گفتم آها، گذاشتم نیم ساعت، نشسته بود داشت تلویزیون میدید، رفتم فلفل ریختم، گفتم علی جان ریختم تو چشش. ولی منم بچه بودم. بعدش هم پدر مادرش اومدن، اینم نشسته اینجوری. آره اصلاً دیگه، یعنی به ترشی هم کسی نیست، اصلاً تموم شد. خب من دست بالا گرفته، اصلاً تموم که میاد نمیره، من دست بالا گرفتم، اصلاً تموم شد، اصلاً خیلی خوب، همه شانسات رو نابود کرد. بذار بدترش نکنیم، احساس خوشبختی داری؟ نه دیگه، آره منم دهنمو باز کردم. بله خیلی زیاد، خیلی. بذار تو تر تمومش کنم. چیزی هست که نپرسیده باشم بخوای اینجا بگی که به نظر مهمه؟ نه، به دلیل اینکه درباره فضای مجازی گفتم. نه واقعا عمیقا خیلی خوشحالم که اینجا بودم، شاید خیلی خودم رو کوبیدم، راجب خودم بد میشد گفتم، ولی امیدوارم که لذت بخش بوده باشه برای شما، باعث افتخار من بود. حتما، مرسی. ممنون. اگر این فرصت رو داشته باشی که یک بار دیگه این برنامه رو ضبط کنیم، دوست داری این کار رو بکنیم یا نه؟ میخوام بدونم با خودت چه کردی؟ باید تهنشین بشه، یعنی من الان از اینجا میرم بیرون، رانندگی میکنم، میفهمم خبر بده. عالی بود. خبر بده، اگه پشیمون شدی، تهنشین شد، تموم شدی، پشیمون شدی بگو، به بچه ها بگو، ما یه زاویه دیگه میزنیم، اصلا یه زاویه دیگه به زندگی نگاه میکنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون که امشب خیلی ممنون از شما اومدی، خیلی با تو خوش گذشت، خیلی گفتگو خوبی بود و خیلی به نظرم عمیق اتفاقا، و امیدوارم که هر روز بیشتر بدرخشی، همیشه سلامت باشی با خانواده، و آرزوهای بسیار خوب برات. ممنونم. یه دنیا ممنون. خیلی ممنون، متشکرم. لیوانم هم ببرم بنده. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.